سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. در برنامه امروز در مورد یه نکته بسیار مهم میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، چون که بسیاری از شما دوستان داخل کامنت ها پیغام دادید که نکاتی که در مورد جوشکاری و طرز جوشکاری گفتیم رو رعایت میکنید، اما باز هم نتیجه جوشکاریتون خوب در نمیاد و جوشکاری شما دچار عیوب مختلفی مثل پوروسیتی، همون کرم خوردگی یا سوراخ شدن سطح کار و عیوب مختلف دیگه میشه. امروز میخوایم در مورد این نکته با هم صحبت کنیم و یک بار برای همیشه این معضل رو حل بکنیم. اگر شما هم این مشکل رو دارید، پس تا آخر برنامه با من همراه باشید. خیلی خلاصه نکاتی که باید شما رعایت بکنید رو همین اول کار خدمتتون بگم. مهمترین و اولین نکته که باید رعایت بکنید تعیین میزان آمپر مناسبه. شما اگه نتونید یه آمپراژ مناسب رو تعیین بکنید و بدونید که با چه آمپری جوشکاری بکنید، همه نکات جوشکاری هم رعایت بکنید، بازم کار شما خوب در نمیاد. پس اولین نکته تعیین آمپر مناسب است. در مورد آمپر قبلا با هم صحبت کردیم تو برنامه‌های مختلف. نکته دومی که باید رعایت بکنید این که سطح کارتون باید تمیز باشه. اگر میخواید نتیجه کارتون خوب در بیاد، باید سطح کارتون هم عاری از زنگ زدگی، رنگ و یا آلودگی‌های مختلف باشه. نکته دیگه‌ای هم که باید رعایت می‌کردید زاویه دست و زاویه الکترود هست. در مورد زاویه دست و الکترود هم در برنامه گذشته با هم مفصل صحبت کردیم. اما بریم سر اصل مطلب. در گذشته در مورد جوشکاری قطعات نازک و ورق‌های سبک خدمتتون عرض کردم که باید به صورت خالی جوش جوشکاری رو انجام بدید. اون چیزی که امروز انجام باید بدین یه مقدار متفاوت هست، به این صورت که هر حدوداً 2-3 میلی‌متر باید جوشکاریتون انجام بدید. به این صورت که به اندازه 2-3 میلی‌متر جوشکاری می‌کنید، الکترودتون از سطح کار دور می‌کنید، دوباره می‌برید پایین، جوشکاری رو به اندازه 2-3 میلی‌متر دیگه انجام میدید. وقتی که الکترود رو از سطح کار دور می‌کنید، حدود 1-2 ثانیه هم می‌شمرید، دوباره می‌برید نزدیک، 2-3 میلی‌متر دیگه جوشکاری رو انجام میدید. به همین صورت به طور متناوب درز جوشتون رو به همین شکل پر میکنید. چند بار انجام بدید مطمئنن قلق کار دستتون میاد. اگر این کار رو درست انجام بدید، هم نتیجه کارتون قشنگ در میاد و هم جوشتون دچار عیوب مختلف نمیشه. با هم شروع میکنیم این کار رو به صورت عملی انجام دادم. دوستان عزیز یادتون نره اگر داریم به قوطی های سبک کار میکنید، به جمان از خط جوش استفاده نکنید، 4 تا خالی جوش بزنید و کارتون رو تمام بکنید. بسیار خوب. اگر آمپراژ مناسب رو انتخاب کرده باشید و زاویه دستتون رو رعایت کنید، گل جوش به راحتی در میاد. دوستان گرامی، همونطور که میبینید گرده های جوش خیلی قشنگ روی همدیگه نشستن. این روش تقریبا بهترین روشیه که مبتدی‌ها میتونن باش جوشکاری کنن و جوشکاریشون لذت ببرن. امیدوارم هر جا که هستید از این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.